جلومون دوربین ارسال. سلام خدمت همگی شما بینندگان باحال و پر انرژی عزیز، من امانوئل هستم. منم احسان هستم. امروز میخوایم با شما موضوع خیلی مهمی رو صحبت کنیم. بگیم امانوئل. بگیم. تا بریم و برگردیم. خب ما برگشتیم. میخوایم کاره باحال انجام بدیم و با نوجوانان صحبت کنیم. قرار از زندگیشون، از چالشاشون، از هدف و آیندهشون. آقا خلاصه از همه چیشون قرار با خبر بشیم. وای یه سو یادمون رفته ما. چی رو یادت رفت؟ اسم برنامه رو. آه. اسم برنامه تاکشو. آقا باز یه چیزی ما یادمون رفت به شما بگیم، لطفا مرا معرفت بذارید این برنامه رو دنبال بکنیم، برای نوجوانا ساخته میشه. اگه دنبال نکنی خودتون ضرر میکنین. من بابا شوخی کردم. بازم میگم ما رو دنبال کنیم، ما رو حمایت کنیم و خداحافظ. سلام بینندگان عزیز، دوباره و دوباره خوش اومدیم به برنامه تاک شو. امروز براتون یه کتاب میخواستم معرفی کنم، اسمش چهار انجیل و مأموریت بزرگه. فکر کنم منظورش در مورد بشارته. پس بریم از مهمونمون بپرسیم. مأموریت بزرگ یعنی بشارت، بشارت یعنی خبر خوش و خبر خوش یعنی انجیل. انجیل یعنی کار بزرگ عیسی مسیح روی صلیب برای ما، و چقدر خوبه که در همین سن نوجوانی این مأموریت بزرگ رو درک کنیم. سلام به شما تاکشوی عزیز، من امانوئل هستم و دوباره توی این قسمت با شما همراه هستم. امروز یه خود تما واسهتون عوض کردیم. ببینین کتابای رنگ و رنگ صورتی داریم، آبی داریم، قرمز داریم، هر رنگشو بخوایم داریم. عملاً بلدم و رنگ صفحه رو بلدم. چون کتاب نمی‌دونم چیه. نه ولی خب تو بودیش چه بلدم. امروز یه مهمون مبشر داریم. آدم بزرگ نه، نوجوان مبشره. بریم که باهاش آشنا بشی. سلام، من نادیا هستم. 13 سالمه. عاشق غذا خوردن و قهوه و سینما. اگه بشه بعضی وقتام پیاده روی میکنم. فرزند دوم خانوادم، ترکیه زندگی میکنیم و درس میکنم. همین. خیلی هم عالی. دیدین دیگه تما که عوض کردیم واسهتون، مهمونامون هم تمشون رو با ما ست کردن. یعنی یه جای با کلاس اومدیم کتاب و اینا، مهمونامون هم دیگه یادتونه دیگه قسمت های اول همه قرمه سبزی و قیمه و فسنجون، الان دیگه همه کیک و شیرینی تلخ و نمیدونم از اینجور تما دیگه الان همه دارن استفاده میکنن. حالا بسیار عالی، خیلی خوشحال هستیم که در خدمتمون هستین. اومدیم واسه ما، واسه برنامه ما. بریم سر وقت سوالا دیگه. خب ایماندار هستی دیگه نادی، درسته؟ آره. میخواستم اینا شرط ایمانت به ما درمیون میذاری برای ما؟ نه نمیذاری. آقا کات کنیم باشیم بریم دیگه، اینجا به درد نمیخوره. بله من اول از همه مامانم ایمان آورد و به من بشارت میدم، من قبول نمیکردم. و بعد از یه مدتی یه معجزه بزرگ توی زندگیش اتفاق افتاد و باعث شد که جونش نجات پیدا بکنه و من علاقه مند شدم. بعد یه روز داشت در مورد این که عیسی ما رو پذیرفته و ما رو خیلی دوست داره با همه دردامون، همه ضعفامون، و من علاقه مند شدم و شروع کردم کتاب انجیل رو خوندن و بعد از اون بود که ایمان آوردم. درسته، بسیار عالی. میدونم ایمان آوردی، 100% هم فعالیت کلیسایی داری، ولی ما روتینه باید بپرسیم. فعالیت کلیسایی داری؟ بله. دیدی گفتم، ببین من علادم. خب فعالیت کلیسایی داری، فعالیت خدمتی هم داری؟ بله، خادم بشارت هم و همسفر. خادم بشارت؟ بله. بذاری من باور نکنم. بذاری من باور نکنم. نه خیلی هم عالی. میخواستم بگم که خب بشارت معمولا از اون خدمت‌های پشت پرده است که مثلا خیلی کمتر کسی پیش میاد که مثلا بگی خب من میخوام برم خدمت بشارت، بشارت میخوام بدم.
معمولا خدمت های بیشتر جلو پرده، جلوی صحنه از دوستان. چی شد که خواستی به شرط انتخاب کردی؟ من وقتی که هویت خودم رو توی مسیح پیدا کردم و فهمیدم که کجای کارم، کجای دنیا هستم واقعا، اونجا بود که سعی کردم برم با نوجوانا یا همه این خبر رو در میون بذارم، اشتراک گذاری کنم. چقدر عالی، از همین سن بالاخره شروع کردی، واقعا خیلی قدم بزرگیه، به تبریک میگم. از کلمه هویت استفاده کردیم، خواستم بدونم که هویت رو تو چی میبینی؟ از نظر تو، از نظر نادی، هویت یعنی چی؟ از نظر من هویت یعنی اینکه خدا ما رو به عنوان فرزند خودش قبول کرده، با اینکه میدونه ما چقدر اشتباه داریم، چقدر ضعف داریم، ما رو به عنوان فرزند خودش قبول کرده و واقعا مثل یه دوست داره به ما کمک میکنه که ازش بیایم بیرون. و من اینجوری میبینم یعنی هویت. خیلی هم عالی، برای من به شخص خیلی پربرکت بود، یه نکته ازش گرفتم، فکر کنم بیننده های ما هم فهمیده باشن. اول هویت رو پیدا کردی، بعد از اینکه هویت رو پیدا کردی چشیدی که خداوند چقدر نیکوست، دوست داشتی این خبر خوش و این هویت رو به بقیه هم بدی، بقیه هم این هویت رو پیدا کنن که بفهمن که فرزند خدا هستن، واقعا خیلی قشنگ بود. میخواستم ازت بپرسم ببینم که اگه قرار باشه به نوجوانا هم تو یه کلید بدی که بقیه هم این هویت رو پیدا بکنن، چه راهکاری بهشون پیشنهاد میکنی؟ من همونجوری که گفتم، من خودم یه دوست صمیمی داشتم، بذارین اینجوری بگم، که همسنسال خودمه و اون توی خانوادهش یه سری مشکلات داشت و فکر میکرد نپذیرفته شده توی خانوادهش. و وقتی که من در مورد کتاب مقدس باش حرف زدم و گفتم که عیسی ما رو بدون قید و شرط دوست داره و پذیرفته، با اینکه میدونه ما چقدر گناهکاریم، اون خیلی علاقه‌مند شد و شروع کرد کتاب مقدس رو خوندن و اونجا بود که هویت خودش توی مسیح پیدا کرد. و به نظر من اینجوری میشه. درسته، خیلی هم عالی. خب نادیا، رسیدیم به انتهای برنامه. ما طبق روتین در آخر یه یادگاری از مهمون میخوام. حالا اگه خواستیم مادیات باشه من ایوانو میذارم در آخر. آره. نه، ولی اگه این حالا دوست داری یه آیه یا یه کلامی چیزی با بیننده به اشتراک بذاری ما میشنم. حتما. مادی نه، معنوی. بذاری من میخوام یه آیه بهتون بدم. توی متا 28:19 میگه که پس بروید و همه قوم ها رو شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید دهید که هر آنچه به شما فرمان دادم به جا آورند. اینک من هر روزه تا پایان این عصر با شما هستم. آمین. بسیار عالی. خب عزیزان، رسیدیم به انتهای این برنامه. خیلی ممنون که تا اینجا با ما همراه بودین. امیدوارم لذت برده باشین از این برنامه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.